برنامه من خوب آقای امید امیدوار که در اتاق فرمان در واشنگتن کارگردانی فنی میکنن و پخش میکنن. من از اینجا از طریق از اینجا که میگم یعنی اینجا شهر هوستون در ایالت تگزاس امریکا، از طریق دستگاهی که اسلیم باکس میگن و این آقای امیدوار راهنمایی کردن و آقای سم سخاوتی اومدن نصب کردن تمام این دستگاه رو، از طریق این دستگاه مستقیما برنامه میره واشنگتن، در اتاق فرمان در واشنگتن، از اونجا میاد روی اینترنت پخش میشه همه جا. حالا همزمان آقای ناصر توکلی رادیو ایران این برنامه رو پخش میکنن و اگه بخواید به این رادیو به صدای این رادیو گوش بدید، باید چون که رادیو ایران هستونه باید برید www.k که علامت همه رادیو هاست، بعد چون رادیو ایران هستونه تگزاس RIHT بعد .co یا .com میتونید برید. همینطور آقای دوست عزیزم آقای پارسا سربی محبت میکنن، مدیر مردم تیوی، تلویزیون مردم تیوی، و این برنامه رو در مردم تیوی هم پخش میکنه همزمان. و آقای سربی زمینی که پخش میکنن معمولا ضبط میکنن برای من، روز بعدش ایمیل میکنن که من خودم ببینم، بعدم در برنامه های وسط هفته و آخر هفته پخش میکنن. از هر سه این بزرگواران جناب امیدوار ناصر، آقای ناصر توکلی و آقای پارسا سربی بسیار سپاسگزارم. برمیگردیم اینجا که آقا هرچی گفتن که نباید ما گوش بدیم دیگه. ببینیم من براتون مثال دادم، ببینید اگر درسته، اگه من غلط میگم بگید غلط میگی، من هیچ حرفی ندارم، من نظرم میگم، اون چیزی که در یاد گرفتم اونو میگم، من که خودم قاعده نمیذارم. که به ما در فقه گفتن و بارها گفتن که آب کر اینی که سه وجب و نیم در سه وجب و نیم در سه وجب و نیم باشه، یعنی حجمش معادلی باشه، یعنی اگه مثلا یک جعبه چهار گوشی هست، از این طرف یه وجب، دو وجب، سه وجب و نصفی، از این طرف سه وجب و نصفی، از این طرف سه وجب و نصفی، اینقدر آب باشه، این کره. کره یعنی پاکه. پاکه یعنی شما میتونید توش دندوناتونو بشورید، میتونید چیزای بچه رو مثلا اون وقتا که پمپرز اینا نبود که میشستن تو آب بشورید، ظرفاتونو بشورید، دیگه صورتتون رو بشورید، بچه‌تون اگه کثیفه اون تو بشورید، همین کارو کنید، آب کره، نجس نمیشه. حالا این آب کر اگه درست اندازه گیسه و جوانیم سه و جوانیم سه و جوانیمه، اگر سگ بیاید و در آن بشاشد نجس نمیشه، اما اگر سگ بیاد از این آب بخوره نجس میشه. چرا؟ چون که من از این که سگ یه ذره خورد دیگه اون حجمش یه ذره کم شد دیگه، پس از اون اندازه‌ای که کور بوده در اومد. حالا شما اینو باور میکنید؟ اینو قبول دارید؟ شما مسلمانید اینو قبول دارید؟ قبول دارید که اگه آبی داشته باشی درست اندازه کور باشه، بزرگ نباشه، یک حوض بزرگ، استخر بزرگ نباشه، یک چاله کوچیکی باشه، سه بجونی پر آب باشه، سگی بیاد تو شاش بکنه، هیچ عیب نداره چون حجم آب کم نشده که. اما یک ذره زبون شو بکنه، یک ذره آب برداره بخوره، این نجس شده، چون که حجم آب کم شده و حالا سگم بهش تماس گرفته، نجس شده. آخه این منطق، این عقل، این درسته؟ این حاجی باسی اینا درسته؟ اینطوری لباس بپوشی اینطوری بری؟ آخه انسان باید فکر کنه. یعنی من یک کتابی تقریبا 15 سال پیش دو تا کتاب نوشتم که بعد دیگه ننوشتم. در یکی از این کتاب‌ها یک عده‌ای میرن پلوی یک قاضی القضات یک کشوری، میگن که وقتی میرن پلوش چند نفرن از کشورهای مختلفن، مثلا یکی از نروژ، یکی از ترکیه است، یکی از فرانسه است، یکی مثلا از ایران، یکی از جای مختلفن، یه گروهی هم میرن پلوی این قاضی القضات یک کشوری، مثلا عربستان سعودی، مثلا فرض کن میرن پلوی اون صحبت کنن. میگن که آقا یک نفر، یک زاهدی در یک دهی دوردست یک چشمش بسته بود. گفتن چرا یک چشمتو بستی؟ گفتش که برای که من با یک چشمم میتونم ببینم، با چشم دوم اسراف میشه، زیادی مصرف کنم، صرفه‌جویی میکنم، به خاطر اینکه خدا خوشش بیاد فقط با یک چشم کار میکنم. به نظر شما آقای قاضی القضات این درست یا غلط؟
قاضی قضات اول که عصبانی میشه، میگه آقا شما این همه راه افتادید، این همه جا اومدید، وقت گرفتید از من که یک چیز ساده‌ای به اینجوری رو بپرسید. میگه خب این خیلی مهمه، میخوام بفهمیم که مطلب ما مربوطه. قاضی قضات میگه که اون چیزی که خدا به ما داده ما باید ازش استفاده کنیم. وقتی خدا دو چشم داده یک حکمتی در این کار بوده، ما هم باید از دو چشممون استفاده کنیم. اگر یک چشممون رو ببندیم این کار درستی نیست، یعنی در کار خدا دخالت کردیم. چیزی که خدا به ما داده ما ازش استفاده نکردیم. اونا میگن خب عقل چی؟ عقلم خدا به ما داده، آیا باید ازش استفاده بکنیم یا نکنیم؟ و میرن وارد مواردی میشن، مواردی که میشن مثلا میگن که ما میخواهیم بچه هایی که به دنیا میان پدر مادرها تحت حمایت ما باشن، به شرطی که در نوزاد یه دستکاری کنیم که یک تخمک سالمتر و بهتری به وجود بیاد. میدونید که تخمک یک چیزیست که از جفت شدن، یعنی مال مرد به نام اسپرمازوئیده، مال مرد به نام اوول، اینا که با هم ترکیب بشن تخم تشکیل میشه، اون چیزی که اولین سلولیست که انسان رو میسازه، بچه رو تشکیل میده. اینا میگن ما میخواییم اون این دوتا نماینده نرماده که با هم تشکیل میشن یه مقدار روش کار کنیم که اینا کاملتر باشن، بهتر باشن، ژن‌های بیماری ها رو ازشون در بیاریم. یعنی یه ژنایی هست که ژنای بیماریه، تنبلی میگن یه ژنه که نسل به نسل در یک عده سرایت پیدا میکنه. آدم های هستن همینطور، مثلا فرض کنید که میگن در هند یه سر آدم هستن که در جنگل های کنار روزخونه همونجا به دنیا میان، همونجا بزرگ میشن، همونجا استفاده میکنن، همونجا میمیرن. یعنی هیچ دنبال کار و فعالیت و اینا نمیرن، همونجا راه میرن، یه چیز گیر میارن میخورن، شب هم همونجا میخوابن. خب این ژنی که اینجوری این میخوان در بیاریم، میگم خب ما که خدا به ما عقل داده، شما چطوری گاوتون رو تلقیح مصنوعی میکنید، حیواناتون رو تلقیح مصنوعی میکنید که نژادشون بهتر بشه؟ خب ما میخوایم انسان‌ها رو تلقیح مصنوعی کنیم که نژادشون بهتر بشه. چه فرق میکنه اگر اون شما میگید، اگه اینو میگید دخالت در کار خداست، خب اونم دخالت در کار خداست. و به این شکل بحث رو شروع میکنن. حالا ما عقلم خدا به ما داده دیگه، آخه عقل ما میگه آقا در این دوره شاید یک زمانی حج اونجوری که میرفتن شاید 100 نفر میرفتن دور خانه کعبه میچرخیدن، حالا اون لباس ها رو داشتن، هیچ مسئله. اول اینکه میدونید اول لخت میگشتن، بعد مجبور شدن لباس بذارن، برای که یه سری زنهای زیبایی میامدن که حواس مرد ها میرفت و اونا دیگه حواسشون به حج نبود، ولذا این قانون عوض شد، گفتن پوشیده باشه. و چون حج معمولا باید مثلا تو رسم جاهلیت بوده که لخت بوده، بعد گفتن پس یه پارچه به دور خودتون ببندید، یه پارچه اینطوری اینطوری ببندید با این برید. خب این پارچه هر لحظه ول میشه، یه باید نگه دارید فلان کنید. و به هر حال خیلی عقل سخیفی میخواد که آدم بگه من لباس تنم نمی کنم، پارچه به دور خودم میبندم. همش که تو میری همش مواظب باش این پارچه یه جا نیفته، ببین اصلا این آقا داره میفته. حالا گمشم کردم. ببین این پارچه، ببین تا وسط باسنش آمده، یه ذره تکون بخوره این میفته پایین، زیرم این چی نپوشیده دیگه، با دوباره باید بکشه بالا. خب اینجوری بدون نظم، بدون ترتیب، آخه که چی بشه؟ ببینید من همیشه میگم، میگم مخ ما رسوبای مسکو و رسوبای مکه توی مخ ماست. ما یه سری اون عادت داریم که یه چیزایی به مسکو انگار بدهکاری باید بدیم، یه سری هم عادت داریم به مکه یه چیزایی بدهکاری باید بدیم، در حالی که به هیچ کدوم بدهکاری نداریم. این روی مخ ما کاشتن، این طبیعی نیست. مردمان فرانسه نه به مسکو بدهکاری دارن نه به مکه، ما ایرانیایی هستیم که به مسکو و به مکه بدهکاری داریم. مسکو کاری کرده که متفکران، اندیشمندان و دانشمندان ایرانی باور کنن که منافع ملی رو باید بدن به مسکو، نفت اون رو باید بدیم به مسکو، اصلا راجع به پولم چونه نزنیم.
هرچی داد داد. چرا؟ چون اون در آینده میخواد مرکز جهانی کارگران تولیدی حکومت کارگران تولیدی بشه. من اصلا من مخالفم، هر کم بعدش بیاد بعدش بیاد. من میگم آقا کارگر تولیدی دانش اداره کشور و شهر و جهان رو نداره، باید مردم بگن هم ببینن کی میتونه این کار بکنه. الان در امریکا مثلا فرض کنیم که این از دموکرات ها خانم کلینتون فعلا اصلا مطرح تره، ولی خب یک آقای اخیرا اومده، آقاییست که جراح بزرگ، سالها جراح بوده و سابقه زیادی داره و به نام کارسون، و این ممکنه مثلا بیاد بالا. خب بحث میکنن، صحبت میکنن، اگر این آقا خیلی خوب بدونه یا یه خانم بیاد خیلی خوب بدونه اونو انتخاب میکنن، نه اینکه کارگر تولیدی باشه. حالا من مثلا کارگر تولیدی هم، فرض کنید تو کارخونه آدمسازی کار میکنم، چه بد مزیتی دارم، چه توانی دارم، چه دانشی دارم؟ مثلا من اینجا استخدام شدم، آیا مثلا کلاس خاصی رو گذروندم؟ نه. به من گفتن آقا هر وقت اسانس تموم شد از اینجا بردار برید، هر وقت شکر تموم شد از اینجا برید، هر وقت دستگاه بسته‌بندی‌هاش جمع شد بذار تو قوطی. اینه که چیز مهمی نیست که بیام مثلا من بگم من میخوام جهان رو من اداره کنم. این رسوبای مسکویی تو کله ما، رسوبای مکی اینه که عقل سلیم رو زیر پا بذاریم له کنیم، پاشیم بریم پول بدیم و بریم به این هیئت مسخره در بیاریم تو اونجا و بعدم جونمونو به خطر بندازیم، بعد مثلا 400 نفرم از ایرانی اونجا زیر دستپا کشته بشن، جمعا 1300-400 نفر از همه کشور دنیا زیر دستپا کشته بشن. خب این چه چیزی داره؟ یک آقای، من البته هیچ وارد نیستم، هیچ چیزی میگم خودم نمیگم، ولی دولت ایران میگه آقا فلان کس فلان کس فلان کس اومدن اون تو کو. عربستان میگه اینا نیومدن، این آمار نشون میده اینا هر کی از مرز میاد تو ما اسمش رو داریم، اینا نیومدن. بعضی میگن اینا با پاسپورت جعلی رفتن، نخواستن با اسم خودشون برن، با پاسپورت های دیگه رفتن. حالا چرا نخواستن با اسم خودشون برن؟ چه مبادا مثلا اسرائیل اونا رو برو باید. بعضی میگن اسرائیل اونا شناسایی کرده به کمک پلیس عربستان سعودی رو بوده. حالا به هر حال شایدم عربستان سعودی خوب ننوشته اسمون، چون اون دست در رفته شده و الان جنازه شده توی سردخونه باشه. به هر حال کار عاقلانه نیست این عملیات. ببینید خانم آقای، من دفعه پیش یک مطالبی رو گفتم. ببینید یکی از اون چیزهای قبلی رو میگم. ببینید یه مطالبی رو خوندم که نوشته بود که انسان‌های بزرگ درد مردم رو دارن، انسان‌های متوسط درد خودشون رو دارن، انسان‌های کوچک اصلا دردی ندارن. یعنی اگر من انسان متوسطی هم درد خودم دارم، قسط خونم بدم، قسط ماشینم بدم، بیمم حواسم باشه، نمیدونم خونم اشکالی پیدا نکنه، اگه یه چیزش عیب داره درست کنم، یا فکر خودم هم، فکر دردهای خودم هم. انسان های کوچیک هم که اصلا بی دردن، مثلا فرض کنید که مثلا یه آقای رو من میشناسم که 24-5 سالشه، خونه پدرش زندگی میکنه، اصلا سر کارم نمیره، صبح تا شب نشسته پای تلویزیون نگاه میکنه. خب این بی درده، یعنی از این که نمیره کار کنه، نمیره تحصیل کنه، نمیره کار کنه، شرم نمیکنه. این جزء انسان های بی درده. من و شما جزء انسان های متوسطیم که درد خودمون داریم. اما آیا من با آیا شما میتونیم جزء انسان های بزرگ بشیم؟ میتونیم درد جامعه را داشته باشیم، درد دیگران را داشته باشیم؟ باید به اون مرحله برسیم، باید درد دیگران را داشته باشیم. من در جلسه پیش یه مثال زدم، گفتم که اکسیژن در هوا کم میشه و عوضش گازهای مضر مثل CO2 و دیگر گازها، گاز متان و اینها در هوا زیاد میشن و این به کره زمین، به سلامت کره زمین لطمه میزنه. ما باید به فکر این باشیم که سلامت کره زمین رو حفظ کنیم،
نذاریم لطمه بخوره. خب ما انسانایی هستیم، من منظورم ما یعنی ما ایرانیانی که در سن من در نسل من هستیم، حالا در سال کوچکتر در سال بزرگتر، ما برای نسل بعدی اشکال ایجاد کردیم. ببینید اصلا مسئله خوب بودن و بد بودن نیست، مسئله خوبتر بودن و بدتر بودنه. الان اگر کشور ایران رژیم اسلامی رو حساب کنید، از سوریه بهتره، از افغانستان بهتره، از عراق بهتره، از نیجریه بهتره، ولی از فرانسه، آلمان، سوئد بدتره. الو الو Yes, call me tomorrow, please. Sorry? Okay, I am in a special meeting. I cannot talk to you. Call me later. بله. توجه نمیدم. تونستم توضیح بدم. ببینید کشور ما یک کشوری است که رژیم اسلامی توشه. اگر یه دی بیان مردم ایران کوشش کنن کشور ایران رو بکنن مثل کشور نیجریه، خب اینا خیانت کردن به مردم، برای که کشور رو از این که بود بدتر کردن. من نمیگم کشور آقای محمد رضا شاه و یا آقای رضا شاه عالی بود، نه، ولی از اینی که هست خیلی بهتر بود. یعنی ما مردمی که اومدیم انقلاب کردیم و کشور رو از اون حالت به این حالت درآوردیم، به نسل بعدی خیانت کردیم، برای که کشور رو از دست یک عده آدمای تحصیل کرده ای که حالا دزد بودن، تبعیض می‌ذاشتن، نمیدونم ناشایست بوده، هرچی بودن، برای یه سری آدمای تحصیل کرده در کشور حکومت می‌کردن، دادیم به دست آخوند. ما اگر کشورمون رو مثلا فرض کنیم که آقای محمد رضا شاه رو رسای کرده بود بره کنار، مثلا فرض کنیم که آقای احسان طبری بیاد رئیس جمهور بشه یا آقای دکتر سنجابی بیاد رئیس جمهور بشه، ما هم گفتیم اینا تحصیل کردن، اینا درس خوندن، اینا شاید بتونن برای ما بهتر کار کنن. در اون صورت اگر هم اینا بدتر کار میکردن ما گناهکار نبودیم، چون ما قصدمون خوب بود. ما گفتیم آقای دکتر کریم سنجابی یا آقای احسان طبری بر حسب عقاید باطنی ما، بر حسب اینکه رسوب مسکو داریم یا رسوب مکه داریم، بالاخره اینا استاد دانشگاه بودن، تحصیل کرده بودن، و اگر اینا بیان بهتره برای کشور، ما فکر میکردیم بهتره. حالا که بد شد ما گناه کردیم، ولی گناهمون اونقدر بزرگ نیست که الان بزرگه. ما کشور از دست تحصیلگرده ها و نخبه ها و تکنوکرات ها در آوردیم، دادیم دست آخونده ها. هیچ منطقی نمیگه کشور رو بده دست آخوند. اما اوائل انقلاب من یادمه پزشکا داشتن از کشور میرفتن دونه دونه، یکی از پزشکانم داشت میرفت، یک تیک الماس رو از گردن خانومش گرفتن، گفتن این الماس ثروت ملیه، شما کجا میبرین؟ اون پزشک الماس رو گرفت زد زمین پرت کرد، گفت این ثروت مال شما، نمیفهمید شما، نفهمید ثروت ملی اینی که تو کله منه، یعنی این تحصیلات منه، این تجربه منه، اینه من دارم میبرم، شما چسبیده به یه الماس. آقای خمینی من یادمه، نمیدونم شما ها یادتون هست یا نه، اون موقعی که پزشکا میرفتن بهش گفتن بابا این پزشکا هم دارن میرن، گفت در حوزه علمیه ما خودمان کلاس میذاریم، در عرض 3 ماه طلبه ها رو پزشک میکنیم. ما اختیار مملکت دادیم دست کسی که فکر کنه در عرض 3 ماه طلبه ها رو پزشک میکنه؟ در عرض 3 ماه نمیدونم میخ به کف زدن هم آدم نمیتونه یاد بگیره، طلبه ها رو پزشکی میکنه. یعنی ما خیلی گناهکاریم در مقابل مردم، و این گناهمون رو باید یه جوری پس بدیم. پس بدیم پس نمیشه فقط به فکر خودمون باشیم، باید به فکر ملت خودمون و به فکر مردم جهان باشیم، چون که مردم جهان الان در خطر آلودگی های آینده هستن. مثلا نفت یک ماده است که پایان پیدا میکنه، خب باید به فکر بعد نفت بود، همینطور تون 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 نفت رو در بیاریم استخراج کنیم، بعدش تموم شد چیکار کنیم؟
آیا نفت میخوایم بسازیم، آیا بلدیم، به کارخونه داریم درست میکنیم، چجوری میشه نفت ساخت؟ خب انرژی رو میشه ساخت، ولی نفت ساختنش آسون نیست، دشواره. ممکنه که نفتی که درست کنیم اینقدر گرون بشه که صرف نکنه. مثلا اون وقتی اون نفتی که درست کردیم، بنزین هواپیما درست کردیم، از اینجا بخوایم بریم مثلا فرض کنیم واشنگتن، هر بلیتی بشه 3000 دلار. خب کسی که مسافرت نمیکنه به اون شکل. من اون دفعه گفتم که ما این خطر گازهای بد رو در هوا و آب میتونیم با درختکاری، با بسیج درختکاری. ببینید خانم آقایون، نه اینکه من یه دونه درخت بکنم شما یه دونه درخت بکاری، نه، بسیج کنیم مردمان دنیا رو به درختکاری. چجوری میشه مردمان دنیا رو به درختکاری بسیج کرد؟ رسانه‌ها بنویسن، کتاب‌های داستان در ضمنش این مسائل باشه، فیلم‌های سینمایی هالیوودی که در ضمنش این مسائل باشه و چیزهای بسیار دیگه، و دولت‌ها، حمایت‌های دولتی. مثلا فرض کنیم که شما خطای رانندگی کردی، برو 10 تا درخت بکار، تو کنید مثلا چند تا درخت در حوض میشه؟ کجا بکارم شما اینکه کجا بکارم؟ آقا جاش بسیار زیاده. در شهر هوستون تگزاس که میایم، زمیناش بسیارش زمینا چمنه، توش تک تک درخت داره، بعضی جاهاش پر درخته، ولی بعضی جاهاش تک تک درخته. این جایی که تک تک درخته میتونیم بریم بکاریم. حالا من براتون این مثال رو زنم، ببینید که این کشور و این سرزمین چی جوری کار میکنه. یکی از بستگان من یه مقدار زمین بزرگی داره در یه جای خارج از شهر، زمین گرانی نیست، زمینه دیگه، یعنی به درد خانه سازی نمیخوره چون خارج از شهره. از طرف اون منطقه‌ای که هستن اومدن توی این زمین، مثلا فرض کنیم که 200,000 تا قلمه کاج زدن. این 200 تا قلمه کاج رو زدن که الان که میگم زدن، 10 سال پیش زدن. به صاحب زمین گفتن هر وقت این کاج‌ها رو بکنی باید پولشو بدی. اما این کاج‌ها اگر 15 ساله شدن، شما کندی فروختی، ما اصلا پولی ازت نمیخوایم. ببینید دوباره میگم، دولت اومده در زمین آقا مثلا 200,000 تا کاج زده، گفته این کاج ها رو از حالا تا 15 سال هر موقع بزنی باید پول بدی، اما 15 سال به بعد هر چقدر زدی دیگه نمیخواد پول بدی. چرا؟ چون 15 سال به بعد دیگه یک درخت بزرگ شده، وقتی بزنی میتونی برای مثلا مسائل ساختمانی، برای تیر برق، برای خیلی چیزهای دیگه استفاده کنی، ولی الان بزنی باید ببری مثلا برای کریسمس و بعد که تموم شد بری سطل خاک. این که اینجوری هم ببینید، من اینجا این شکلی کار میکنن. من شاخ در میارم، واقعا اون موقعی که نشیندم شاخ در بودم که طرف اومد گفت آقا اومدن تو باغ من، باغ که نه، زمین من، زمین من مثلا 200,000 تا قلمه کاج زدن. رفتم دیدم قلمه های انقدی وسط علف ها، منطقه علف ها عبه میرن، این کاجه میمونه، زمستون که میشه این علف ها عبه میرن، کاجه میمونه، هر سال یه مقدار قدش بلندتر میشه. اخیرا نرفتم میرم چقدر شده. حالا این شکلیه. بعضی وقتا ممکنه بگن که آب نداریم برای این کار. ببینید من، خب میشه برای شیرین کردن آب طرح‌های مختلفی به کار برد دیگه. مثلا به عنوان مثال اگر من توی ذهنم یه چیزی مثلا آب گرم کن خونه ها، یک حجم اونطوری توش یک فلزهایی هست، یک کاسای قیف ماننده، کاسای گوده، درست؟ این کاسا همه توش پر آب، اون اولی پر آب، همینطوری آبه. اولی چجور آبه؟ یک شیر اوتوماتیک مثل شیر آبه، مثلا این تانکای دستشویی اونجا هست که آب هر چقدر کم بشه اولی رو پر میکنه. حالا چجوری میشه که میفهمه که اونجا رو باید پر کنه؟ پایین پایینی. اگه پایین پایینی آبش کم شد، اون شیر بالا بالایی باز میشه، آب میاد بالا، از ظرف بالایی یه لوله داره وسطش، میره به اون بالایی لوله میرسه، از اونجا میاد به ظرف دومی، پر شد میره، همینطوری میاد. حالا این پا
پایین پایینی، حالا توضیحش اینجا خیلی پیچیده میشه، این پایین پایینی گرم میشه، گرم شدنش هم میتونه یه پروانه باشه با باد، هر وقت باد میاد یه مقدار الکتریسیته ایجاد میشه، اینجا یه مقدار گرم میشه، گرم که شد این آب بخار میشه، مقدارش میرسه از مثلا 10 طبقه است، از طبقه 10 میرسه به 9، یه مقدارش قطره آب میشه میاد به بدنه اون قیفانند، اون زیرش یه کاسه ایست با لوله میره بیرون، آب میاره بیرون، یه مقدار از 2 از 9 میره به 8، اونجا آب میشه، از 8 میره به 7، بالاخره در هر قسمت یه مقدار آب میاد بیرون. حالا اینی که من میگم، من که مخترع نیستم، که من اندیشمندم، در برای حجید فکر میکنم، این رو من که بابتش پولی نمیخوام، شهرتی نمیخوام، به اسم من ثبت کنه بگن دستگاه آب گرم کنه پرویز مینویی، نه، اینو هر دانشگاهی، هر کسی که علاقه منده، هر کسی که میتونه ببره به نفع خودش، دستگاه آب شیرین کن درست کنه، کوچیک کوچیک خانگی، درست؟ و هیچ پولی هم به من نده، منم هر چند ساعت که بخواد مجانی میشینم این فکری که تو ذهنمه توضیح میدم. اصلا ممکنه که اونا برن دنبال این فکر، وسط کار یه فکر بهتری بزنشون برسه، اصلا بگن پرویز میره این چیزی که تو گفتی خوب بود، ما وقتی اومدیم تو این راه به نظرمون رسید اه چرا بهتری این شکلی هست، ولی زر رایی که تو گفتی انداختیم سطل خاک. من هیچ ناراحت نمیشم، من که دنبال این نیستم که اسمم باشه یا پولی داشته باشم، دنبال اینم که این آب شیرین کنه کوچک برای خانه ها ساخته بشه، که مثلا درخت های خونه هاشون و باغچه هاشون اگر در یه منطقه هستن که مثلا مثل کالیفرنیا که آب کمه، جیره بندی و فلانه، بتونن آب بدن، و یا در مقیاس بزرگتر برای شهرها ساخته بشه. دستگاهی بدون خرج، یعنی فقط همون اول اونایی که میسازید خرج داره، بقیهش دیگه خرج نداره، اون اول هم که میسازید خرج آنچنانی نداره. شما یه دونه استواره داشته باشید، مثلا گفتم مثلا آب گرم کنه خونه ها، توش 10 ظرف قیف مانند، منتها تش واز نیست، تش پس از کاسه گوده این شکلی، تو هر کدوم یه لوله است که آب وقتی از سرش میاد بالا از اون لوله میرزه تو ظرف پایینی، و همینطور این ادامه ده. ظرف پایینی که اسمش میدونی دهمی، به وسیله یک المنتی که با فن هوا کار میکنه گرم میشه، و این همینطور دیگه میتونید برید این دنبالش، راه مختلف هست. یعنی ببینید، بیاید ما ایرانی ها که اون همه خطا کردیم در مورد این نسل امروز و مردم ایران، خطامون رو جبران کنیم، بیاید به جامعه فکر کنیم، به مردم فکر کنیم، بیاییم این کنیم. حالا میرم وارد یک بحث دیگری، گفتم خطرات مردم کره زمین رو تحلیل میکنه، تهدید میکنه، گفتم یکیش افزایش گازهای هوا و آبه، دومیش کاهش ضریب هوشی انسان هاست. حالا تو رو میبینم براتون، ببینید هر انسان یک آیکیو داره، آیکیو یعنی ضریب هوشی، این ضریب هوشی که در هر سنی وسیله بر اندازش دارن، بیشتر بر اساس سوالات جواب هاست، بر اساس تست و سوال جواب این آی کیو افراد رو تعیین میکنن. خب در وضع فعلی در کشورهای اروپایی زاد و ولد پایینه، حتی در اسپانیا مثلا به ازای هر یک زوجی که با هم ازدواج میکنن 1.35% بچه میاد، یعنی به طور متوسط 2 بچه هم نمیاد، یعنی اگه مثلا 100 زوج هستن زندگی میکنن، از این 100 زوج 200 بچه به دنیا نمیاد، از این 100 زوج مثلا فرض کنیم که 150 بچه به دنیا میاد، نمیدونم چجوری تونستم توضیح بدم، یعنی 200 نفر آدم هستن، 100 مرد 100 زن، اینا زیر آمار و سوال هستن، یعنی روشو مطالعه میکنن ببینن که این 200 نفر آدم که 100 زن هستن 100 مرد هستن، براشون 150 تا بچه به دنیا اومد، یعنی این 200 نفر که بزرگ شدن پیر شدن مردن، به جاشون 150 نفر اومدن. خب به همون نسبت 150 نفر که پیر میشن میرن، به جاشون 100 نفر میمونن، یعنی
ضریب افزایش جمعیت در اون کشورها منفیه. درست؟ دارم راجع به IQ حرف میزنم. ضریب افزایش جمعیت در اون کشورها منفیه. حالا فرض کنیم در فلان بیابان مثلا سومالی که آدم هایی هستن اونجا که، یا مثلا فرض کنیم که هندوستان، آدم هایی که کنار رودخونه همونجا به دنیا میان، همونجا بزرگ میشن، همونجا عروسی میکنن، همونجا میمیرن، همونجا دفن میشن، اونا خب چون که تغذیه درست نمی کنن، چون که آموزش صحیح نمی بینن، چون ژن خوب ندارن، ژن عامل مهمیه ندارن، لذا IQشون پایینه. اون موجوداتی که IQشون پایینه تعداد رشدشون زیاده، افزایش جمعیتشون زیاده. اونا که IQشون بالاست افزایش جمعیتشون کمه. در نتیجه هر لحظه IQ یا متوسط بشر رو پایین اومدنه. ببینید چون فکر کنید این داعش، مثلا شما میخونید از آلمان، مثلا مثال میذاریم، حالا من عدد آمار دستم نیست، از آلمان مثلا 5000 نفر رفتن به داعش پیوستن. چون این فکر کنید این 5000 نفر مردمانی که از آلمان رفتن به داعش پیوستن کی هستن؟ شما فکر کنید دکتر رفته پیوسته شده، فکر کنید مهندس رفته، شما فکر کنید یه دبیر خوب رفته، شما فکر کنید یه کارمند حسابدار خوب رفته. نه، آدمایی رفتن که جا نیفتادن تو محیطشون. جا نیفتادن یعنی مثلا فرض کنید که 10 سال حقوق کمک دولتی میگیرن. چرا؟ چون که نمیتونن خودشون با بازار کار کشور وفق بدن. چرا نمیتونن؟ برای که IQشون پایینه. ولذا 3 تا ایمیل که برشون میره و نامه برشون میره از طرف آقای ابوبکر بغدادی که مثلا بیاد اینجا، ما عکس این چند تا زنم میذارن، اینها یکشون ازدواج کنید، این خونتونه، این فلانتونه، ما همه چی بهتون میدیم، این تفنگتونه، بجنگید و فلان، اینا احساس میکنن یه آدم شدن. ببینید اون کمبودی که دارن باعث میشه که جذب این قضیه بشن. پس این خطر کاهش IQه. ببینید این شوخی نگیرید این مطلب رو، فکر نکنید ما ایرانیم کشور ما نمیاد پس بنابراین به ما چه. نه، الان داره عربستان زیر و رو میکنه. بچه های عرب عربستان سعودی رفتن جزو دایش شدن، نامه میدن پدر مادرتون باید بیاید به ابوبکر خان جزیه بدید وگرنه مرتدید و سر خونتون مباه، کشتمتون. و آقای اوباما پیغام میدن که ای سگ واتیکان، اگر جزیه ندی ایمان نیاری کله متعفنت از بدن جدا میکنیم میذاریم رو سینه‌ت. اینا همش به علت اختلاف IQ انسان هاست. نباید اینو ندیده گیریم، نباید بهش کم اهمیت باشیم، باید IQ انسان ها رو کنترل کنیم که به حد متعادلی برسه. و من در اون کتابم ببینید، من نمیخوام خودم تعریف کنم، کتاب الان برای فروش نیست که، چیزی نیست که، ولی خیلی ها تمام رسانه هایی که من فرستادم برای من بازگو کردن، از جمله اینو گفتم، آقای دخترم به من زنگ زد گفت من اینقدر داد کشیدم امروز که با عمرم داد نکشیده بودم. گفتم چرا؟ گفت آقای فریدون توفیقی گفت من یک کتابی به دستم رسید از آقای به نام پرویز مینویی که من با وجودی مادرم مرده بود این کتابو 2 روزه تموم کردم، چقدر کتاب عالی بود. دخترم هم گفت من پریدم هوا چی کشیدم. حالا اینا رو همه رو بگذاریم، ولی یک آقایی هستم به نام دکتر صدرالدین الهی. دکتر صدرالدین الهی در ایران استاد، حالا اسم اون دانشکاری هم مثل روزنامه نگاری بوده، نویسندگی بوده، برحال استاد این کار بودن و دوره های مختلفی رو رفتن. از طرف روزنامه اطلاع کیهان دوره های دیدن و در جاهای مختلف بودن و الان هم در صدر نویسندگان هستن. ایشون به من نامه نوشت گفت در تمام ادب پارسی، نگفت امسالا، نگفت پارسالا، نگفت در زمان شاه، گفت در تمام ادب پارسی کتابی که درش راجع به طبیعت صحبت بشه نبوده جز ناصر خسرو قبادیانی که 2 تا شعر در وصف طبیعت و درخت و گفته. اون 2 تا شعر هم برای من نوشته بودن و
و منم نامشونم دارم، میتونم بیارم بذارم که شما هم ببینید. یعنی منظورم اینه که من در اون کتاب هم همین به آی کیو اشاره کرده بودم، گفته بودم که آقا ما باید بریم ببینید آقای محمد رضا شاه سپاه دانش درست کرد، ما سپاه آی کیو درست کنیم، پاشن برن به مناطق، مثلا هر کس که میخواد به از مرحله تحصیلی به مرحله کاری برسه، کشورهای مختلف مثل اینا میرن سربازی دیگه، اینا هم برن سربازی که نه، برن مثلا مثل گروه سولی که امریکا یه زمان داشت، پسر و دخترهایی که از مدرسه دبیرستان میامدن بیرون میخواستن برن سر کار، میفرستاد در یک کشوری 6 ماه بمونن مثلا فرض کنید. من یادم از این گروه سول یه خانم آقای اومده بودن ایران و ما اینا مجانا انگلیسی درس میدادن، ما هم فرصت استفاده کردیم بودیم دوره هم کم شدیم به اینا هفته یه دفعه میگفتیم بیا انگلیسی درس بدن، مهمونی بود دیگه، حالا بهانه چم انگلیسی بود دیگه. بعد یادم که اون آقا هم گفت خانوم من سرخپوسته، ما اصلا فکر میکنیم سرخپوست بودن، مثلا بعد پرده تو هیچ فرقی نداره سرخپوسته با اون آدم معمولی. بعد میگفتش که من قرار بودم به یه کشوری برم، اسمش گفت کشور مثلا موتوپوتو مثلا، گفت خیلی کشور کوچیکیست در یه جای افریقاییست، ولی من چون که ازدواج کردم نامزد گرفتم نمیشد من با نامزدم اونجا بفرستم، اونجا جای خانم فرستادن نیستش. گفت اون کشور وقتی که حرف میزنن مثلا میگن گگو یعنی بیا، گگو یعنی برو، میدونی یعنی یه صدایی در میارم با حرکت دستم حرکتی میکنم، در نتیجه صدا با حرکت دست این میشه زبان، یعنی زبانشون با حرکت دست توامه. میگفت از پشت تلفن نمیتونم با هم حرف بزنم، برای که حرکات دست هم دیگرم تو تاریکی هم نمیتونم حرف بزنم. بعد در حال میگفت من اونجا نرفتم، اومدم اینجا. حالا میتونیم این کار رو بکنیم، مثلا فرض کنیم که بیایم یک گروه آی کیو درست کنیم، مثلا من میگم درست کنیم یعنی ما بیایم یک عده‌ای بشیم، من نه شما، من در خدمت شما، من نمیگم که من باشم به خاطر اینکه میگم شماها از من بهتری، شما بهتر میتونید این کار اداره کنید، بیاین یک مرکزی باشه، در اون مرکز کشورها رو به سران کشورها مقاله بنویسیم بفرستیم، رسانه‌ها چاپ کنیم بنویسیم آقا این خطر آی کیو جدیه، باید اینو بگیریم و خطرش یک راهش اینه که بریم در اون کشورها بگیم زن و مرد و پسر دختر جوانی که میخوان ازدواج کنن بیان، ما کمکشون میکنیم ازدواج کنن، بیان ما کنترل میکنیم که اون تخم با اصلاح شده به وجود بیاد، با روش اصلاح شده به وجود بیاد که آی کیو نوزاد بالا باشه، و اگر به ما این اجازه رو بدن و به ما اجازه بدن که ما دو تا بچه بیشتر براشون نذاریم، بچه دوم که به دنیا اومد اون لوله ها رو ببندیم تا هر مدتی که خودشون میخوان و تحت حمایت ما، یعنی ما بهشون کار میدیم، پول مسئله نیست، ما وقتی مثلا بهشون کشاورزی یاد میدیم پول بهشون میدیم، در حالی که کشاورزی اونها ممکنه اونقدر سودآور نباشه، ما از کشورمون پول میاریم اینجا خرج میکنیم، ما یه زمینی رو میگیریم یه جایی رو میگیریم چای میزنیم آب میزنیم کشاورزی میکنیم، ممکنه اون تو مثلا کاهو میکاریم آخر سر بفهمیم کاهو دونه مثلا یه دلار و نیم در اومده، ولی ما به قصد پول که کاهو نمیکاریم، به قصد که به اینا یاد بدیم، برایشون مثلا فرض کنیم که کارگاه‌های مختلف پیراهندوزی می‌ذاریم، نمی‌دونم چیزا مختلف می‌ذاریم، اون کارا رو اونجا انجام میدیم اینا رشد کنن، هر موقع خودشون یعنی این پدر مادر که تحت حمایت ما هستن، گروه کنترل آی کیو، هر وقت از کنترل ما خواستن بیان بیرون، هر وقت خودشون تونستن گفتن آقا ما خودمون می‌تونیم خودکفا باشیم خرج زندگیمون رو در بیاریم، چشم خیلی مالیه، حالا که می‌تونید خرج زندگیتون در بیارید برید کار کنید، اون لوله‌ها رو هم که ما بسته بودیم باز می‌کنیم، اگه می‌خواید بیشتر بچه داشته باشید داشته باشید، ولی تا تحت حمایت ما هستید بیشتر از دوتا نداشته باشید. خب ببینید همه اینو برمیگرده به اینکه یک رسانه‌ای باشه که محور این کارا باشه، و این رسانه رسانه ای تو الان که خود آقای امیدوار به این مسائل آگاهن و بسیار مشوق من هستن در این بحثایی که میکنم. دفعه پیش گفتم اینجوری اینجوری، گفت خوب بحث خوبی وارد شد،
من گفتم اپسش بر بیام برحال تشویق کرد منو که بر میاد با اومدم این بحث کردم. خب آقای امیدوار از جیبشو میدونید برای این تلویزیون این تو پول میذارن، چون درآمد این تلویزیون کمک هاییست که برنامه سازا میکنن، برنامه سازام تعدادشون و میزان کمکی میتونن بکنن محدوده، یه مقدارم بینندگان کمک میکنن، اون مقداری که بینندگان کم کمک میکنن تعدادشون خیلی کمه که کمک میکنن. خب بیاید به این تلویزیون ایتو کمک کنید. آخه ببینید ما ایرانی هم باید یه کاری بکنیم دیگه، همش که نمیتونیم بگیم آقا مثلا فرض کنید که من یکی هستی اینجا بود یادم سالهای بیش همش که آی وطن آی وطن آی وطن، بعد رفته بود ایران بازم میگفت آی وطن، بهش گفتم وطن قومیتی تو وطن دیگه، آی وطن چیه؟ یعنی از میهن پرستی فقط آی وطن بلده، اگه میگه $10 بده میگه نه نمیدم من فقط آی وطن، یا شاعره وطن وطن میکنه مثلا ایران ایران میکنه، ولی همون ایران ایران وطن وطن هیچ عملی اتفاقی نمیفته. من اخیر دارم به تلویزیون ایتو کمک کنید بذارید اینجا یک محوری بشه و افرادی که تو این زمینه ها علاقمندن بیان، عده بیشتری برنامه ساز باشن اینجا و کارهای بهتری انجام بشه. خب ببینید یه مقاله است در مورد نفت اطلاعات خوبی داده آقای دکتر پرویز مینا، من اسمش رو شنیده بودم ولی خب با خودشون آشنایی ندارم. این رو من از مجله خوب راه زندگی خانوم عباسلطی و آقای بگید دیگه پری عباسلطی و هوشنگ میرهاشم، من یه تیکایش علامت گذاشتم از این آقای مینا رو عکسشون نشون بدم بهتون. بله این آقای دکتر پرویز مینا هستن و عنوان مقاله شون اینه کاهش بهای نفت دلایل و اثرات آن در بازار جهانی. حالا یه تیکایی از این نوشته رو میخونیم فقط به قصدی که اطلاعاتمون زیاد بشه، چون همیشه فردوسی بزرگ میگه توانا بود هر که دانا بود، واقعا درسته. یک زمانی هر کی تفنگ داشت هر کی شمشیر داشت هر کی خوب لغت میزد توانا بود، امروز هر کی دانشش بیشتر باشه تواناست. هر کس که مثلا فرض کنید وزیر امور خارجه میشه هر چقدر آگاهتر و داناتر باشه در کارش موفق‌تره، همونطور که یه پزشک هم آگاهتر باشه در کارش موفق‌تره، هر همونطور که ما در مسائل اجتماعی وقتی میخوایم بحث کنیم هر چقدر آگاهتر باشیم موفق‌تریم. طبق آمار منتشر توسط شرکت بریتیش پترولیوم در حال حاضر از جمع کل مصرف انرژی در جهان حدود 34% از نفت و 23% از گاز تأمین می شود. جمع ذخایر نفت ثابت شده جهان به سقف 1700 میلیارد بشکه رسیده. ببینید مقداری که ثابت شده که وجود داره، مثلا اینجا فهمیدن آقا مثلا فرض کنید که در دریای مدیترانه نزدیک ساحل مصر مثلا یه منطقه است به مساحت 100 کیلومتر مربع که توش مثلا گاز هست، در نیاوردن ها ثابت شده که گاز هست. پس بنابراین مجموع ذخایر نفت ثابت شده جهان به سطح 1700 میلیارد بشکه رسیده که بر مبنای میزان تولید کنونی تکافوی بیش از 52 بله تشکر
تکافوی بیش از 52 سال جهان را میدهد. پس بنابراین ببینید، باز خلاصش میگم، میگه که آقای پرویز مینان سطح نفت جهان اونایی که کشف شده 1700 میلیارد بشکه است. با این 1700 میلیارد بشکه اگر بر مبنایی که امروز مصرف میشه در میاد مصرف میشه، اگر به همین شکل باشه، یعنی کمتر نشه زیادتر نشه، 52 سال میتونه 52 سال دیگه میتونه دمون بیاره. یعنی بعد 52 سال این نفتایی که امروز وجود داره اینا مصرف شده، مگر اینکه نفتای جدیدی کشف شده باشه. سطح تولید نفت شیل امریکا، شیل من حسن میزنم مطمئن نیستم، شیت اویله، شیت یه دفعه من براتون گفتم، پرسیدم نمیدونستم، رفتم پرسیدم، گفتن بعضی نفت ها هست که در وسط ورقه های سنگای رست، سنگای رستی که ورقه ورقه هستن، در لای این ورقه ها نفت منطقه به هم وصل نیست، یعنی مثلا یه مساحت بزرگی توی این ورقه ها نفت به هم مربوط نیست، میان به یه وسیله از جمله مثلا فشار آب جوش اینها رو میشکنن، وقتی میشکنن این نفت از اونجا به هم وصل میتونه میاد بیرون. سطح تولید نفت شیل امریکا به 4 میلیون بشکه در روز رسیده و در نتیجه طی سال 2014 آمریکا با عنوان بزرگترین تولید کننده نفت جایگزین عربستان سعودی شد و کاهش شدید میزان واردات نفت امریکا عامل مهمی در ایجاد فزونی عرضه بر تقاضا گردید. پس دولت امریکا همیشه نفت وارد میکرد، خودش نفت داشت ولی کافی نبود برای مصرفش، وارد میکرد. از سال 2014 یعنی یه سال پیش امریکا به عنوان بزرگترین تولید کننده نفت، یعنی از عربستان پیشی گرفت، چون 400 این مقدار شیت اویل بله نفت شیل هست، ولی نفت های دیگه هم جورای دیگه هم داره دیگه. پس در نتیجه در مجموع امریکا شد بزرگترین تولید کننده نفت جهان، نفر دوم عربستان سعودی، و در نتیجه امریکا دیگه نفت وارد نمی کنه و حتی که هم ممکنه صادر کنه، و چون واردات نفت امریکا قطع شده همین یک عاملی است که عرضه نفت افزایش پیدا کرده ولی مصرفش کاهش پیدا کرده. سوال است، از این سوال است به صورت بحث به صورت سوال جواب، آیا جمهوری اسلامی قادر است میزان استخراج نفت را به سطح دوره پیش از انقلاب برساند؟ دوره پیش از انقلاب 6 میلیون بشکه در روز تولید می‌کرد ایران. طبق آمار منتشر توسط شرکت بریتیش پترولیوم، ذخایر نفت ثابت شده ایران 157 میلیارد بشکه برابر شده. یادتون باشه تمام جهان 1700 تا، مال ایران 157 تا، یعنی تقریبا 9%، که حدود 9.3% کل ذخایر نفت جهان را تشکیل میدهد. خب حالا ادامه مطلب. قبل از انقلاب ظرفیت تولید نفت خام ایران به سطح 6 میلیون بشکه در روز رسید. حالا باید یه جور دیگه می‌کنم، چون ظرفیت تولید میادین عمده نفت مانند آقاجاری، گچساران، احواز، مارون، نفت سفید و غیره به شدت رو به کاهش است و با وجود برداشت تحریم‌ها و بازگشت شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران، رسیدن به سطح تولید قبل از انقلاب امکان پذیر نیست. یعنی این جاها که سطحش رو به کاهش به شدت و اگر شرکت های خارجی بیان سرمایه گذاری بکنن، بازم رسیدن به سطح قبل از انقلاب مقدور نخواهد بود. یه جا دیگه شو بخونم، طبق برآورد هایی که از طرف وزارت نفت و شرکت های نفتی خارجی به عمل آمده برای نوسازی
و توسعه صنایع نفت و گاز ایران احتیاج به سرمایه‌گذاری حدود 200 میلیارد دلار طی چند سال آینده خواهد بود. طبق آمار رسمی منتشره، ذخایر گاز قابل بهره برداری ایران حدود 34 تریلیون متر مکعب، 34 تریلیون متر مکعب نوشته برابر 1200 تریلیون پای مکعب، فوت مکعب، یعنی چون بعضی جاها رو با فوت مکعب میسنجن، چون بخواید مقایسه کنید باید اون رو 1200 فوت مکعب بگیرید و اگر با متر مکعب میگه میچنگن باید با میسنجن باید 34 بگیرید. کشور روسیه نیز مایل نیست که با صدور گاز ایران اتکای احتیاج اروپا به گاز روسیه کاهش یابد. پس ببینید ایران ذخایر گازش بسیار زیاده. ایران فکر میکنم که ذخایر گاز ایران در دنیا شماره اوله، ولی هیچ کس مایل نیست که ایران قادر باشه گازش رو استخراج کنه. ایران گازش که استخراج میکنه حتی یه مقدار به ترکیه میفروشه، ازش از ترکمنستان وارد میکنه، یعنی حتی قادر به تأمین مصرف داخلی خودش هم نیست، مجبور وارد کنه یه مقدار، یه مقدار هم صادر میکنه ولی مقدار کمی، و باید برای که صادر کنه باید سرمایه‌گذاری بشه. هیچ کس مایل نیست فعلا ایران این سرمایه‌گذاری بکنه، به خصوص روسیه که برادر بزرگ چاقو به دست ماست و برادر بزرگ چاقو به دست ما میگه حق نداری برادر کوچیک فوزول باشی، تو حق نداری گاز صادر کنی، تو من دارم اونجا به اروپا میفروشم، تو اگه صادر کنی بازار من خراب میکنی، بشین سر جات خفه شو. آقای خامنه‌ای میگه چشم. ذخایر آن رو من اینو بگم، کشف جدید در فلات قاره مصر در دریای مدیترانه، یک میدان گاز توسط شرکت نفت ایتالیه ENI می باشد که ذخایر آن حدود 30 تریلیون پای مکعب برآورده شده. 30 تریلیون پای مکعب، مال ایران یادتونه پای مکعب چقدر بود؟ 1200 تریلیون پای مکعب بود، مال اینان 30 تریلیون پای مکعبه، پس مال اینان تقریبا 40 برابر اینه که میگیم اول در دنیا. و بزرگترین میدان در میدان گاز مکشوفه در دریای مدیترانه محسوب می‌شود. در دریای مدیترانه تا حالا همچین میدان گازی پیدا نشده بود. بله. توسعه این میدان، یعنی میدانی که مال مصره، حدود 2 سال به طول خواهد انجامید و با شروع تولید از سال 2018 کشور مصر که در حال حاضر وارد کننده گاز است خودکفا خواهد شد و ممکن است در آینده نیز آغاز به صادرات گاز بکنند. پس تا فهمیدن که اینجا گازه بلافاصله نمیتونن درش بیارن مصرف کنن یا بفروشن، طول میکشه. بله دیگه، اینم همین دیگه، اینا رو خواستم براتون بگم. نمیدونم، من به نظرم اومد که این اطلاعات در مورد نفت و گاز مفید میتونه برای همه باشه. من هر چی فکر کنم خودم برام مفیده، فکر کنم برای همه مفیده. این آماری رو درباره اقتصاد امریکا با هم بررسی کنیم. بنابر آمار اقتصاد امریکا در دومین فصل سال جاری که تاریخ آن در این چند روز اعلام گردیده، رشد بهتری نسبت به فصل پیش از آن داشته. بعد یه جزمه رونق اقتصادی بیشتری نیز در کار است. در معیار سالانه در فصل اپریل تا جون به سخن وزارت بازرگانی میزان رشد از 2.3% تا
که پیش بینی میشد به 3.7% بالغ گردیده است. این جریان بر این باور قوت بیشتر بخشیده که در فصل سوم، فصلی که در آن هستیم، نیز رونق در کار خواهد بود. ببینید الان اقتصاد امریکا یکی از بهترین اقتصادهای جهانه. حتی چین الان دیگه یه مقدار دوچار وقفه شده و دوچار افت شده و داره با دلواپسی به قضیه نگاه میکنه. روسیه که 30% ارزش پولش اومده پایین و بسیاری سرمایه. آقای پوتین میدونید دنبال رویای تزار شدنه. فکر میکنه مثلا فرض کنیم که کریمه رو گرفت، اوکراین گرفت و رفت روسیه، سوریه پایگاه درست کرد، یک قدم به اصطلاح تزار شدن نزدیک شده. در حالی که مسئله اینی که امروز دنیا حرف دنیا رو پول میزنه، حرف دنیا رو اقتصاد میزنه، حرف بزرگ اقتصاد میزنه. اقتصاد اگه خوب باشه تکنولوژی خوبه. امریکا وقتی اقتصاد داره میتونه مبلغ رو صرف پژوهش بکنه، صرف پیدا کردن چیزایی بکنه. مثلا فرض کنیم که در الان در بسیار دانشگاه‌های امریکا یک عده‌ای هستن که کارشون پژوهشه. پژوهش میکنن، مثلا فرض کنیم که بیماری، مثلا فرض کنیم که ایدز در مگس سرکه اثرش چیه، یا در موش اثرش چیه، چجوری میشه جبران کرد، چه دوایی اونو بهبود میکنه، چه دوایی بد میکنه. سالها آزمایش میکنن تا یه چیزی پیدا کنن روی انسان عمل کنن. این چیزیه که میکنن در امریکا. یا در اروپا مثلا جایی رو در میارن، مثلا آزمایشگاه خاصی به کمک چند تا کشور درست میکنن که تحقیق کنن. تحقیق بسیار مهمه. آقای هولاکوخان مغول وزیرش خواجه نصیرالدین طوسی بود. خواجه نصیرالدین طوسی یک مقدار علم نجوم داشت، ستاره شناسی میدونست. بعد مثلا میگفتش که فرض کنید که فلان ما چند ماه دیگه در فلان روز مثلا ماه گرفتگی میشه. هولاکوخان گفت حالا بدونیم چه فرق کنه، ندونیم چه فرق کنه. آقای حاج نصیری توسی گفت حالا من به شما میگم. یه روز همه بزرگان کشور رو توی میدونی جن توی یک حیات بزرگی مثلا مسجدی جایی دعوت کرد، گفتش که ببین قربان، من از اون بالا یک تشت بزرگی رو پرت میکنم پایین، شما میدونید نمیترسید، ببینیم بقیه چی کار میکنن. تشت از اون بالا انداختن پایین، همه فاجعه فلان فرار این ور اون ور. به هولاکوخان گفت ببین اینجوریه، دونستنش اینه که تو نمیترسید، تو میدونی این اتفاق میفته، ولی اونا نمیدونن. البته فقط این نیست، هزار دلیل دیگه دانستن داره. امریکا و غرب دارن تحقیق میکنن. روسیه میره مثلا فرض کنیم که سرباز فلانجا میذاره، میگه آقای پوتین شما سرباز تو افغانستان داشتی، افغانستان گرفته بودی، از دست دادی، به خاطر که همین اشتباهاتی که الان میکنی شما این همه سرباز تو سوریه میذارید، خرجش کی میده؟ اون سربازایی که گذاشتید میرن کریمه و میرن اوکراین، اونا رو خرجشون کی میده؟ اقتصادتون خیلی خوبه، این پولا رو میدید، زیادی دارید پول، نمیدون چیکار کنه، اینجوری خرج میکنید، یا یعنی اینکه از سفره مردمتون برمیدارید اینجوری خرج میکنید. بعضی ها من میدونم توی ایرانی ها امریکایی ها همه هست، اوباما قاطع نیست. قاطع نیست یعنی چی؟ یعنی پوتین هر کاری میکنه اوباما هیچی بهش نمیگه. آه تحریمش کرده دیگه، تحریمش کرده 30% روبل یه دفعه اومد پایین. نه این قاطعیته. تایی دلشون میدین چیه؟ تایی دلشون که برن به چنگم بوم بوم بندازیم، بوم بوم بندازیم. آقا آخه عقلت کجاست؟ فهمت کجاست؟ درکت کجاست؟ امریکا دو تا بمب اتم بندازه توی شوروی، هم شوروی هم 4 تا بمب اتم بندازه توی امریکا، همه عبه میرن. اثرات بسیار هنوز تو چرنوبیل هنوز چیزای اتمیه، در حالی که اون جریان اون نیروگاه روسیه در چرنوبیل که به اصطلاح لیک پیدا کرد، منفجر شد، مواد چیز اومدن بیرون. فکر می‌کنم که 27 سال پیش بود.
از اون 25 سال پیش هنوز اثرش هست. شما میگید همینطوری اوباما مثلا بی خودیه بره جنگ کنه، بزنه، بره هجوم کنه. آقای دکتر کاظم ودیعی که در ایران سمت‌های مختلفی داشتن، از جمله وزیر کار و امور اجتماعی بودن و عضو گروه پژوهشگران بودن. یه گروهی را آقای محمد رضا شاه انتخاب کرده بود که برید پژوهش کنید و ببینید که چه کارهایی بکنید برای مملکت بهتره. مثلا اینا رفتن خیلی زحمت کشیدن، ولی اون دور بادمجون، دور قاپچینای شاه نذاشتن که شاه اونطوری که باید شاید به این پژوهش این آقایون به اصطلاح بها بده. پژوهش اول دوم خوب دقت کرد، خوب خوند، علامت گذاشت، قرمز گذاشت، آبی گذاشت فلان، ولی بعد بهش گفتن آقا اینا الکی میخوان تحلیلات شما رو خراب کنن. حالا ایشون جزو اون گروه بودن. دکتر کاظم ودیعی، عکسشون هم میذارم که با هم بررسی کنیم. و یادتون باشه دو تا مشکل کره زمین رو من که به عقلم رسیده بود گفتم، یکی گازهای سمی و کمبود اکسیژن بود، یکی کاهش ضریب هوشی بود که هر دوش اثرات مخربی داره و در جلسه‌های بعد در هر جلسه یک مشکل دیگر رو میگم. امیدوارم که دلتون به درد بیاد و یک اقدام بکنید. هر کس میتونه اقدام کنه، هر کس که جزو گروهی است که دلش برای جامعه میسوزه نه برای خودش. نوشته که کشوری مثل آلمان تا 800 هزار نفر را به عنوان پناهنده تا به امروز ثبت نام کرده است. در فهرست کشورهای مهاجر سوریه و عراق و افغانستان معرف 68% متقاضیان پناهندگی هستند و به سبب اشغالها و پاکستان به سبب اشغالها، یعنی اون این کشورها، یعنی میگم یعنی سوریه، عراق، افغانستان به علت اشغال، یعنی این کشورشون اشغال شده اینو پناهنده میشن، و پاکستان و اریتره و نیجریه با 8.2% معرف تروریسم ناشی از بنیادگراهای برآمد از مکتب وهابی القاعده و شاخه ها و نوچه ها که ریشه در دلار سعودی و امارات دارند. و اما از آن مهاجران که از خود اروپا به اروپای غربی می روند، مهاجرت آنها صرفا جنبه اقتصاد بیرونق کشور مألوف را دارند، مثل کوزوو، آلبانی، سربستان و مقدونیه. اینه کشور اروپایی هم. ببینید کوزوو، کوزوو از دیکه دیکه جنه یوکوسلاوی به وجود اومده، چند تا کشور اومدن بیرون، یکیش کوزووه. بعد آلبانی که آلمانی یک کشور کمونیستی بود که آقای انور خوجه اونجا گفتش که ما اصلا بخواییم یک امتحان کنیم مرزهای کشورمونو برای واردات و صادرات کالا و علم و دانش میبندیم. سربستان و مقدونیه بی‌تردید در این قبیل آمارها که اروپاییان نش میدهند احتمال دستکاری و سانسور را هم باید داد، زیرا از مهاجران لیبی رقمی در دست نیست. یعنی لیبی هم خیلی مهاجر داره ولی رقمی در دست. علت آن که از پس از آن بمباران های ابلهانه که به سقوط نظام قذافی منتهی شد و ارتش مجهز و توانا به اراده مملکت هم به نابودی رفت، اروپا دریافت که بی اندیشیدن به عواقب کار و نظام جانشین به همان خط و خطا رفته است که امریکای جورج واکر بوش در عراق رفت. خب من نیدونم آقای کاظم ودیعی
استادن واردن میدونم، ولی واقعا من نمیدونم اصلا آیا این کشورهای غربی قصدشون همینه که لیمیتی که دیگه بشه، یا مثلا فرض کنیم که تونس، یا مثلا فرض کنیم که سودان اینا تیکه تیکه بشن مشغول جنگ بشن با هم، یا اینکه واقعا مثلا وقتی با از مثلا حقوق بشر میگن واقعا دلشون اینه که مردم حقوق بشر داشتن. البته هر دوش هستا. ببینید وقتی امریکا به یک کشوری یا غرب به یک کشوری فشار میاره که حقوق بشر اجرا کن، دو گروه هن که فشار میارن. یک گروه هن انسان های وارسته هستن، میگن آقا مثلا زندانی سیاسی رو آزاد کنید، چرا مثلا با حرف یا مثلا روزنامه رو آزاد بذارید یا مطبوعات آزاد بذارید. اینا از ته دلشون میگن اینا آزادی خواه هستن، انسان دوستن. پشت اینا یه سری دیگه هم هستن، اونا میگن آزادی بدید، ببینن اونا اون پشتی ها بدید دو ردیفن. یکی این جلو هست، اینا میخوان کشورهای جهان سوم هم به حقوق بشر برسن، اما یه سری پشت اینا هستن، اونا میخوان کشورهای جهان سوم به بهانه رسیدن حقوق بشر بعدشون خراب بشه، به جنگ داخلی و به جنگ بین همدیگه برسن و از ترقی باز بمونن. خب ببینید هر چقدر مصر یک کشور توریستی بوده، هر چقدر لبنان یک کشور توریستی بوده 40 سال پیش میگفتن عروس خاورمیانه است، هر چقدر اینا از موضع امنیت و اینا خارج بشن، خب توریست کمتر میشه دیگه. توریست که کمتر شد، توریست ها میرن کجا؟ میرن یونان، اسپانیا و ایتالیا به نفع غرب میشه، میرن پاریس، میرن لندن، اون که میخواد پولش خرج کنه، سوئدی که میخواد بره پولش رو توی مثلا مصر خرج کنه، میگه خب نمیرم حالا مصر، میرم یونان، کنی که یونان هم وضع خرابه. ببینید اون کشورهای وضعشون خوبه مثل ژاپن، مثل آلمان، البته نمیگم همه کشورها اینجوری وضعشون خوبه، ولی این دو کشور وضعشون خوبه به خاطر اینکه افرادی که کار میکنن، اهم از کارگر، متخصص، مهندس، استاد، پزشک، حسابدار، همه اینا فقط به خاطر پول کار نمیکنن، به خاطر میهنشون کار میکنن. میگن ما این محصولی که درست میکنیم، محصول باید کشور ما رو در جهان سر بلند کنه. یک ایرانی به یه ژاپنی میگه آقا امریکا که به شما بیشتر از همه لطمه زد، که دو تا بمب اتمی انداخت رو شهرتون، شهراتون ناکازاکی و هیروشیما، خب چرا شما برمرگ بر امریکا نمیگی؟ ژاپنی گفت وقتی که رئیس جمهور تلفن برمیداره، تلفن سونی حرف میزنه، هم ما مرگ بر امریکا همونو گفتیم دیگه. میدونی یعنی چی؟ یعنی با حرف مرگ بر امریکا نمیگن، انقدر تلفنشون قشنگ خوب درست میکنن که رو میز رئیس جمهور امریکا تلفن ساخت ژاپن میذارن. این برشون مهمه، مهمی نیست که سود ببرن، محصولشون اینجور شد. من یادم بچه که بودم، من البته الان وارد 78 سالگی شدم، یه میخواید بچه که من بفهمید چند سال پیش بوده اینجوری. اون موقع جنسای آلمانی در ایران مرغوب بود، جنسای ژاپنی بد بود. مثلا یادمه که ما تو خونمون روشنایی چراغ گردسوز بود، برق که نبود که، چراغ گردسوز بود، یه فتیله گردی داشت، یه لوله‌ای داشت، این تهش در قلابه بود، اینجوری راست بود، از این لوله ها میگرفتن. بعد اون وقت چراغ رو اول یه ذره کم روشن میکردن، این لوله رو میگرفتن، بعد هی کم 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 سعی میکردن که شعله رو آهسته زیاد کنن، آهسته، چون یه دفعه زیاد میکردن این لوله میترکید، ترک برمیداشت. چرا؟ چون جنسا خوب نبود، نمیتونستن خوب بود، مخصوصا ژاپنی که خیلی بد بود. پس درنتیجه مردم ترجیح میدادن جنسای آلمانی بخرن، و گاهی وقتا خوب فروشنده ها ژاپنی رو به نام آلمانی میفروختن، یا مثلا میرفتن به آلمان سفارش بهش، ژاپن سفارش میدادن، گفتن وقتی میسازی گوشش بنویس مال آلمانه که ما بتونیم بفروشیم، اینجوری به هر حال دیگه. بعد ژاپن اینقدر ترقی کرد که الان مثلا دیگه میگن ژاپنی باشه خیلی خوبه، چینی نباشه. و واقعا ما یک دونه وسیله که ما استفاده میکنیم، یه دونه ماشینه که لوله ها رو دنده میکنن، دو سه جورن،
یه جور اون ایران سنتی بود دیگه، اینطوری چرخ می‌بستن به سپایه دنده می‌کردن بعد می‌زدن برمیگشت میومد بیرون. این که میگن دستی دیگه، یه جور میگن نیمه اتوماتیک نیمه برقی، یعنی لوله رو می‌بندن توی سپایه، یه دستگاهی رو می‌گیرن اینجا رو وقتی رسید به جای معزن دکمه داره فشار میدن، فشار دادن این تو شروع میکنه چرخیدن دنده میکنه، بعد دکمه رو میزنن برمیگردن میارن بیرون. یعنی دیگه اینا بالا پایین نمیکنه، اینا فقط دکمه رو فشار میدن اون میره تو. یکی هم که اتوماتیک دیگه، یعنی شما لوله رو میذاری اونجا، میذاری مثلا چه دنده ای میخوای بدی همون دنده میکنه خودش، بعد مثلا اون طرفش میخواد اینقدری ببری میباره این کارا رو میکنه. حالا یه دونه از اون دستگاهای یه دستگاه فول اتوماتیک داشتیم که تن خراب شد، یه دستگاه نیمه اتوماتیک داشتیم اونم خراب شد. رفتیم یه دستگاه نیمه اتوماتیک از یه فروشگاه چینی خریدیم 75 دلار. اونی که مال امریکاست، مال ریجیت، ریجیت اونی که تو این کارا میدونن که ریجیت یک مارکی است که خیلی خوبه، اون تقریبا 1000 دلاره دستگاه. چیزی که امریکاییش میدن 1000 دلار، چینیش میدن 75 دلار. خب امریکاییش مثلا 10 سال کار میکنه، چینیش 10 روز کار میکنه. خب حالا داشتیم میخونم بعد مقاله آقای کاظم بدیعی رو دارم میخونم، یه تیکای دیگه شو علامت گذاشتم براتون میخونم. کجا رفت آنهایی که علامت گذاشتون؟ بله، صحبت از لیبی بود که اینا بی خودی حمله کردن و کشور لیبی رو به این وضع درآوردن. خب این دیگه همین قسمتاش بود دیگه گفته بودن. یه تیکی حالا بیدی کنم میگنم یه تیکی شد. چگونه ممکن است یک بار برای همیشه آقایان اروپایی و امریکایی دریابند که وضع موجود نتیجه دخالت‌های شرم‌آور و سود طلبانه خود آنهاست و بهترین راه حل عدم مداخله در این سرزمین هاست؟ خب نه، اونا نمیتونن کارو کنن، نمیتونن. مگه این برادر بزرگتر چاقو به دست آقای شوروی میتونه، آقای روسیه میتونه دخالت نکنه؟ محمود احمدی‌نژاد توی این ایرانیان واشنگتن، آقای تقی مختار میگه که دوره مال مردم خوری به پایان رسیده است. حالا آخرش احمدی‌نژاد اضافه کرد تلاش همه و غایت آمال همه آزادگان دنیا استقرار نظام مهدوی است و بیشک این موضوع محقق می شود و خیلی زودتر از آن چه ستمکاران فکر می کنند پایه های ظلم سقوط خواهد کرد. بعد آخرش نویسنده مقاله میگه که گفته های احمدی‌نژاد در حالی است که محمد رضا رحیمی معاون اول وی در دوره ریاست جمهوری با اتهاماتی نظیر دریافت رشوه و نقش داشتن در پرونده اختلاس از بیمه ایران به 5 سال حبس و پرداخت جریمه محکوم شده و در زندان به سر می‌برد. آقا میگه که دوره مال مردم خوردن تموم شده، معاون اولش تو زندان به عنوان دزدی اون توه. یکی از کارهای میدونین همیشه میگن وقتی مثلا فرض کنید دیکتاتور یه چیزی میگه از دیکتاتور جلوتر بیفت که عزیز بشی. دیکتاتور میگه من ولایت فقیه هم، هرچی میگه معرف منه. این میگه الان همین روزا چیز میاد، امام زمان میاد، مهدویت و که مهدویت چون امام زمان میگه مهدی یعنی هدایت کننده میاد. آخه آقای احمدی نژاد عقلت کجاست؟ یا مار خر میکنی یا خودت خری؟ کدوم امام زمان میاد؟ آخه اگه خدا میخواست یه نفر نگه داره، خب خود آقای محمد نگه میداشت. مگه اونجا نمیگه عیسی رو نگه داشتن؟
خب اینجا یه بچه فسخلی 5 ساله رو نگه اگه گرفته خب چند نسل گذشته چیکار کرده؟ این همینطوری هنوز زنده است؟ کجا زندگی میکنه؟ یکی از دوستان میگفت به این آقای امام دوازدهم میگن عسکری، برای که مثل انگور عسکری مونه که هسته نداره. این حرف اصلا پایه غلطه. اولا که انگور عسکری رو ما میگیم عسکری، عربا که نمیگه عسکری که. در ثانی انگور عسکری که دانه داره که، عزیز من، انگور عسکری که دانه داره که. یک انگوری هست در ایران به نام انگور بیدانه، دانه هاش اینقدر ریزه که مثل که دانه نداره، هم باهاش هم کوچکتره، خیلی هم شیرینه. در ایران مثلا فرض کنیم که نمیدونم 100 جور انگور، شهرهای مختلف، تاکستان قزوین مرکز انواع انگورهای مختلف بود، یا مثلا شیراز انگورهای مختلف داشت، یا مشهد انگورهای مختلف داشت، نمیدونم ریش پوزی، ریش بابا، نمیدونم اولوقی، شاهانی، جورای مختلف. انگوری بود به نام بیدانه، بود انگور بیدانه، توی قزوین بود. من نمیم حالا مثلا ممکنه که فرض کنید که اون انگور بیدانه که در قزوین بود ممکنه در مشهد یه جوری دیگهش بوده دیگه، توی اینا همه که یک نژاد نبود، انگور هر شهری انگورهای خود مخصوص شده. به این آقا میگن امام، به آقای امام یازدهم میگن امام حسن عسکری، نه به علتی که انگور عسکریه. عسکر یعنی قراول، یعنی مراقب، یعنی بادیگارد، یعنی نظامی، یعنی شمشیر به دست. چون که این آقا از نوجوانی در زندان خلیفه بود و همیشه سرکارش با عسکرها بود، با قراولها بود، بهش میگفتن امام حسن عسکری. وقتی مرد مردم دنبال بچهش میگشتن که برن پول بی زبانی رو که در آوردن بدن به اون عربه بخوره. عرب بوده اینا دیگه. ببین رسوب مکه‌ای، رسوب مکه‌ای، رسوب مسکویی. وای به حالی که هم مکه‌ای باشه هم مسکویی باشه. دیگه اون آدم فقیر، فقیر و بدبخت و بدبخته. آقای امام حسن عسکری مرد، تو زندان مرد. اومدن گفتن بچهش کو، رفتن برادرش اومد گفتش که اسم جعفر بود. جعفر اومد گفت آقا برادر من زن نگرفت که بچه هم نداشت. یه چند نفر شیاد گفتن این جعفر کذابه، این جعفر دروغگوه، این حرفاشو باور نکنید. یه نفر گفت من میرم الان خبرش میارم بمونیم. رفت دو سه ماه بعد اومد گفت من رفتم با امام زمان که بچه 5 ساله ای هست صحبت کردم، گفته من میرم آسمون غیبت سقرا میکنم، یعنی غیبت کوچک میکنم. ببین شما باور میکنید آخه احمد اینجا تو باور میکنه؟ میدونم که دروغ میگی، میدونم که اینقدر عقل داری که اینو باور نکنی. چرا به مردم اینو میگی آخه؟ حکومت مهدویت دنیا رو میگیره. حالا یه عکس نشونتون بدم، بعدش هم یه عکس دیگه نشونتون بدم. این عکس رو نمیدونم تا چقد بتونید تشخیص بدی، من میگم براتون میگم. این آقای ایرج خواننده است، اینم آقای شجریانه. حالا این طرفتر این دوتا رو تشخیص میدیم. این پسر آقای ایرج چی، خواجه امیری، چی اسمش نکنه، بله خود هر دو در سینه بزرگسالی هم دیگر دیدن، در همان حال فرزندان هنرمندشان همایون شجریان و احسان خواجه نوری. این آقای احسان خواجه امیری است،
این آقای همایون شجریان، درست میگن دیگه، احسان خواجه امیری، درسته، این آقای احسان خواجه امیری است، این آقای همایون شجریانه. آقای ایرج چون ارتشی بود و ارتشی ها حق خوانندگی نداشتن، با اسم مستعار ایرج میخونه، اسم واقعیش ایرج نبود و ولی به ایرج مشهور شد دیگه. پس بنابراین این دوتا خواننده، اونم فرزندانشون که اونها هم در این مرحله هستن. خب من برنامه رو در اینجا به آخراش نزدیکش میکنم. یک بانوی عزیزی قول داده بودن بیان روی خط که نیومدن. ببینید من گفتم یک عده آدم های بزرگ هم به غم جامعه فکر میکنن، یه آدم های متوسط هم به غم خودشون فکر میکنن. شما جزو کدوم دسته ای؟ از تو دلتون ممکنه بگید که این مینویی هم بیکار شده، میاد میگه شما چون که به غم جامعه فکر میکنید پس بیاری یه پولی به من بدید. نه، من هیچ وقت نگفتم. من خودم به این تلویزیون ایتو ماهیانه کمک میکنم، کمکم مختصره، خیلی کوچیکه، ولی به هر حال به توانم دیگه کمک میکنم. خب شما هم باید کمک کنید دیگه. ببینید من، شما اگر ایتو رو نگاه نمی کنید که این حرفای منم نمیشنوید دیگه، ولی اگر می نگاه میکنید باید رگ غیرتتون تکون بخوره، یه چک بنویسید تو پاکت بفرستید برای آقای امیدوار. تلفنشون رو دارید حتما؟ من میدم یه بار دیگه. تلفن آقای امیدوار هست 703-655-5268. تکرار میکنم 703-855-5268. به این تلفن زنگ بزنید، آدرسشون رو بگیرید. آدرسشون رو من میگم اگه میخواید یادداشت کنید. هست پی او باکس 228 Great Fall. فال یعنی آبشار. Great Fall یعنی آبشار، آبشارهای بزرگ، اسم شهره. Great Fall VA یعنی ویرجینیا، بعد کد پستیش 22066. یه بار دیگه تکرار میکنم، این آدرسشونه که چکو به این آدرس میتونید بینید بفرستید، حتی میتونید پول تو کاغذ بذارید. اگه میخواد اسمتون مثلا مخفی مونه، میتونید یک کارت پستال بخرید، میتونید که تا میشه توش با نوارچست هر چقدر میخواید اون تو بذارید بچستونید بفرستید. هستش پی او باکس 228 Great Falls ویرجینیا 22066. دیگه خیلی آسونه دیگه، بفرستید. ببینید من این نمیگم که آقای امیدوار وردر خرج خونش کنه، احتیاج به این حرفا نداره آقای امیدوار. این باشه که این تلویزیون توسعه بده، این پول برای اینکه این تلویزیون توسعه بده، این شما همت کنید این تلویزیون رو بفرستید به ایران. باور کنید کار مشکلی نیست، فقط همت میخواد. برحال امیدوارم که این همت رو بکنید. همینطور اینجا نشریه بیداری، این یک خردنامه بیداری درست میکنن، مجموعه نشریه ها رو در یک کتابچه قشنگ و زیبا اینجوری میدن بیرون. این بسیار، چون میدونید که قصه نیست که از اول تا آخرش بخونید، که هر چه شما خونید بخونید میبینید یه مطلب جالبی توش نوشته، مخصوصا اونایی که میخوان آگاهی ببینید. گفتم آگاهی توانایی است، توانا بود هر که دانا بود. من یه جایی بودم گفتش که در اسلام میگن که شمشیر چلاخ میزنن به شیطان ها. گفتم بله، سوره ملک آیه 4 میگه که این شاپسنگ هایی که میاد میگه اینا شلاق میدنن، فرشته ها به شیطان ها شلاق میدنن. و از اول یه دونه شیطان متعلق شدن شیطان ها، حالا این شلاق میدنن، حالا چی میشه؟ شیطان میفته میمیره؟ یه بادا میگه
اصلا اینا شهاب سنگ، اینا سنگ هایی است که میخوره به جو زمین، وقتی میخوره به جو زمین داغ میشه، سرخ میشه، میسوزه، یه خط روشنایی میذاره. شاید زمان پیغمبر کسی نمیدونست اینا چیه، ولی امروزه که میدونن. که شما امروزه هنوز همون عقاید داری، آقا اون حرفا مال 1400 سال پیش بود، مال امروز نیست، امروز اون حرفا دیگه نگه ندارید، تموم شد اون حرفا. برحال ایداری هم بیداری هم تلفنش هست 858-320-2013، تکرار میکنم 858-320-2013. میدونی من 858 که دیگه یادم میدونی 858 320 یادم به این میفته که تو ایران بی ام وی 320 بود، خیلی خوب بود. 2013 که اون 13 به در خودمون 2013 میذاریم دلش دیگه، میشه 858-320-2013. زنگ بزنید آقای سیاوش لشکری، حتما براتون یک دو تا شماره رو مجانی میفرستن، بعد حتما خوشتون میاد و حتما علاقمند میشید براشون کمک میفرستید. هر چقدر شما بیشتر پول بفرستید، این بیداری تعداد بیشتری پخش میشه، مجانا در اختیار مردم قرار میگیره. در شهر اوستون که من هستم، در سوپر و نک خیابان هیلکرافت، تقریبا همه ایرانی ها میدونن این کجاست دیگه، اونجا مجله بیداری هست، مجانی میتونید برید بردارید. خب من به پایان برنامه رسیدم، با سپاس از آقای امیدوار، از آقای ناصر توکلی، از آقای پارسا سوربی و سپاس بسیار از شما عزیزان که این برنامه توجه کردید. امیدوارم که شاد و پیروز و تندرست باشید. شما رو به خردتون می‌سپارم.